نیت تبلیغ هنر و تصویر هنرمندی اصیل دیداری ما و شما رو سبب گشت درود به دوستداران ایجاد. این دم میخواهیم در تصویر و در تبلیغ یک تن از هنروری اصیل کارمندی انسامبل چمن فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام یک شریف جورایف بانوی هنر نوربیبی جورایف و سهیم باشیم که خیر مقدمش میخونیم. با استودیای تلویزیونی سفینه خوش اومدید. تشکر زیاد میگم فرخ جان که در این برنامه خیلی فرهنگی ایجاد و اجاز تکلیف کردید. تشکر زیاد. سلامت باشید. از دیدارتون خیلی شدیم و افتخارم میکنیم که این دموی لحظه هم صحبتیم باشیم. بله. خب محیط برای صحبت و راستن برایتون پسند است؟ البته. خب اگر اماده باشید شروع کنیم. بله. و چرا سوال دادم که محیط پسند است؟ گمان میکنم محیط آشنا هم هست با شما. البته. از همین محیط آشنایی سر کردید فرخ جان. این درگاه مقدس برای من خیلی مقدس است. برای آنکه اوون همین جوانی هم همون آغاز کارهایی که اولین قدم های خود را به این صحنه بزرگ من قدم گذاشتم از همین صحنه بود. آن وقت میدونید دخترک های یوش بودیم که در همین انسامبل بانوان چمن آمده از همین درگاه کار رو سر کردیم. از همین درگاه، از همین صحنه مقدس اولین برنامه کنسرتی من بهری مخلصان تقدیم کرده بود. سلامت باشید. برای بیننده یاد راست میشیم که در گذشته این مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه سابق فیلارمون دولتی بود. البته. و صحنه بزرگ گفتید همانا بزرگ مونده. همه وقت بزرگ مونند. بله. سلامت باشید. خب می رویم به عمق تاریخ. خب چی سبب شد که شما راه گرفته جاده هنر رو انتخاب کرده جاده هنر رو؟ تشکر زیاد. سبب اون بود که از همین خوردی در دل من آوازخونی خیلی یک جای خود رو چه گویم گرفتگی بود. و در خونه ما پدرم شدروان، مادرم شدروان بسیار صنعت را دوست می داشتند و قریب که هر هفته در خانه ما یک بزم آراسته می کردن، خطا نمی کنم، برای آنکه اون وقت پدرم یک دنبره داشتند. ما بین همین اویلوی یک چهل گویم سرود خونی می کردیم و یک دویرچه مایده در دست من پدرم خریدگی بودن. من از همه دختری خودشون بودم. بله. و هر هفته که گویم یک برنامه ما تحقیق. بله بله. و باور کنید روزهای شنبه یک شنبه اپایم از دوشنبه به نوحیه برد میکرسن. روزهای شنبه یک شنبه اپای کلونیم که خود در دانشگاه هنرهای زیبا در فکولته کتابداری میخوندن می اومدن سرودخونی میکردیم. از همونجا ممکن که در دل من این مهر صنعت اینقدر سخت جو گرفته بود. همین سبب شد که پیشه نمودید دانشکده هنرهای زیبا رو. ولی برای چی فکولته کارگردانی؟ میدونید وقتی که مکتب میانه رو ختم نمودیم تشکر زیاد میگم خدا ارواحشون شاد باشه. پدرم شش دختر بودیم ما. هممون رو به کدوم قسم ما خواستیم رهسپار نمودن. بله بله. و وقتی که من میگفتم که پدر جان من به دانشگاه هنرهای زیبا میروم و پدرم دعا دادن و وقتی که از ناحیه اومدم میدونید همه قدر معلم ها شتگی در پیش هر یک معلم نویستجاد داشتن که فکولته اکتیاری، فکولته آوازخوانی، فکولته موسیقی و من نمیدونم من چی خیل اومدم به فکولته کارگردانی سپاریدم و هیچ کس هم مرا هیچ گفته نتونید. من گفتم که من آوازخوان شدن میخوام. وقتی که در اونجا همون معلمی که حجت های ما رو قبول میکردم گفتم دخترم وقتی که دانشگاه دایی هنرهای زیبا با اومده همش هنر است و همین در سری من موند و من شعبه کارگردانی رو ختم نمودم. من به فکرم یکون مونیگی ندارم که من این شعبه رو ختم نمودم. شکرانه میکنم که اگر من در تئاترم کار میکردم با اکتیارم با کارگردانم من همین کارون پیشه میبردم و من شکر میکنم من امروز آوازخوان هستم و به این نگاه نکرده باز من میخوندم با انسامبل بانوان دوتاری همکاری میکردم در دانشکده. بله. بانو نوربیبی با ما چون همراه خود دایره آورده است. البته. یک سروده که پیشنیاد کنید. بله. این سال که فرخ جان سال رشد سیاحی و
هنرهای مردمی می باشد. منم با یک اسباب ملی آمدم که با یک سرود بحری مخلصان زنده خوانده باشم. باشد، مرحمت. من یک سرود از سروده های استاد تختخان ابراهیم و بحری تماشابینان، بحری تمامی بینندگان پیشکش کردنی هستم. این سرود را که اپای تختخان زنده بودن بحری من تحفه کردن و می خواهم که ارواحشون شاد باشد. جانم تو بیا، جانم تو بیا بیا که پزمان شدم من، رنجانده تو را یار پشیمان شدم من. جانم تو بیا بیا که پزمان شدم من، رنجانده تو را یار پشیمان شدم من. از دوری تو چشمی ترم خواب ندارد، یار نوری تو را شعله مهتاب ندارد. از دوری تو چشمی ترم خواب ندارد، یار نوری تو را شعله مهتاب ندارد. تو باغی گلستانی هم گنجی طبیعت، در سایه سروت دلی مهتاب ندارد. تو باغی گلستانی هم گنجی طبیعت، در سایه سروت دلی من تاب ندارد. ای سروی سهین، ای سروی سهین، شدم از عشقی تو سرافراز، این یار قدیمی را فراموش نکنی باز. ای سروی سهین، شدم از عشقی تو سرافراز، این یار قدیمی را فراموش نکنی باز. مهمان دلم باش که قربانت شوم من، صد برگی ترم باش که گلدانت شوم من. مهمان دلم باش که قربانت شوم من، صد برگی ترم باش که قربانت شوم من. گر حرفی خطا از من دل داده شنیدی، افکن ببرم باش که پاسبانت شوم من. گر حرفی خطا از من دل داده شنیدی، افکن ببرم باش که پاسبانت شوم من. جانم تو بیا، جانم تو بیا بیا که پزمان شدم من، رنجانده تو را یار پشیمان شدم من. رنجانده تو را یار پشیمان شدم من، رنجانده تو را یار پشیمان شدم من. تشکر، زنده باشید. احسن، سلامت باشید. خب انتخاب سرود چگونه صورت میگیرد؟ انتخاب سرود اولا من که فرق جان بسیار سرودهای خلقی رو میپسندم، سرودهای خلقی رو میسرایم، سرودهای شش مقامم، سرودهای استرادی هم بسیار هم در دل من جا گرفتگی است. و من یک سرود، من سرود مادر، سرود اوچم گویم میشود. این 10 سال پیش بود، در یک مرکه شده بودیم با همین بانوهای زیبا، با کمپیرکای زیبا، این در شهر قرغان‌تپه بود و در یک مرکه شدیم و باور کنید در همین مبین بانوها با همین دایره سرودخانه کردیم و در اونجا یک همین یک مادری عزیز، یک کمپیری که 88 ساله بودن و گفتن که همین خیلی سرودخانه ما به بسیار هم مایل دادن، گفتن دخترم همین دایره به من هم دهید. وقتی دایره دادیم، اون کس همین یک سرودی اوچه را خوندن و اون سرود خوندن باور کنید قریب که همه مادران گریه کردن. این سرود میدونین بر یعنی مادر گم کرده ها بوده. و وقتی که من گفتم خاله جان همین سرود رو من نویسته گیرم از شما چه خیلی، و اون کمپیر باور کنید گفتن رو من نویسته گرفتم و از این مابین 10 سال گذشت. این سرود رو من همین سال بحری مخلصان پیشکش کردم. باور کنید این سرود خونده نمیتونستم، وقت مادر حیات بودن هیچگاه من خونده نمیتونستم. خیال کردم که این سرود بحری من گفته باشه. این سرود من همین سال پیشکش مخلصان گردوندم. باور کنید هر یک سرود جای خود رو دارد، هر یک سرود انم خیلی تولید مییابد. یعنی انتخاب سرود از خلق انتخاب میکنید و به خلق میدید. بله. و چون در مورد این سرود گفتید میسازد که چند مصرعش رو این لحظه بشنوید. البته با تایتی داریم که هم چگونه که به شما زنده باشد. دلکم او بای
اوچم نویو بای یادی اوچمی کنم دیدم پرو بای دیلکم او بای اوچم نویو بای یادی اوچمی کنم دیدم پرو بای این کتلی رو برو را چی گفت برام این خانه بی اوچه چی گفت درام این کتلی رو برو را چی گفت برام این خانه بی اوچه چی گفت درام خانه های اوچه دار مجلس خانه این خانه بی اوچه غربت خانه خانه های آچه دار مجلس خانه این خانه بی آچه غربت خانه دلکم آبای آچه نای آبای یادی آچه میکنم دیدم پر آبای تشکر واقعاً مادرای عزیز نای آب هستن و می‌سازد که نفرانی را که مادرشان حیات هستند بله. احترامشان کنند، احتیاطشان کنند یه که واقعا هم گوهر نایاب است مادر خوش، چون چند سال است که در انسامبل بانوانی چمن کار میکنید؟ من ممکن که 34 سال است امسال 34 سال است که من ده. از اوون دانشجویم بله، کار کرده استادم شکرانه میکنم خوب، در این 34 سال البته که سفرهای هنری زیاد بودند البته خاطرمان‌ترین سفر کدام بود؟ من میدونید از همین صحنه مقدس شکر میکنم از این دولت آبادمون از این دولت آزادمون از این کشوری به نهایت زیبایم شکرانه میکنم که تا این چی میگویم بلندترین کوههای بلندترین سنم را رسیدم هزار بار شکر میکنم برای اون که من با استادان بزرگ کارو من آغاز کردم از همین درگاه با استاد جلالبیگ مرادوف با استاد ظفر نازیمو با استاد اپای مستانه با استاد اپای نگینه تمام هنرمندان بزرگ کارو سر کردم بیان خطا نمیکنم برای اون که استادان بزرگ برای ما فرخ جان پدر بودن هر وقتی که کار به می اومدن در کار هر چخیل گویم واقعه ها می شود همین معلم ها برای ما پدر بودند چخیل که خانه به همون کارو که خطا کرده موند پدر مادر چخیل گویم جنگ میکنند بله وقتی که من از همینجا یک سال بود کار میکردم استاد مجنون براتوف رهبری انسامبل بانوانی ربابی بودند وقتی که ما در اینجا در دست اسباب می نواختیم می خوندیم در یک سفری هنری که به شهری به فکرم اوکراین سفر داشتیم تیاری می دیدیم و معلم کمتر خطا نواختم که مرا جنگ کردن من نمی دونم ممکن که در خانه ارکگی کردم معلم دارم ارکگی کردنی بودم که نگذاشت وقتی که معلم جنگ کردن کمتر عصبانی شدم همی خیلی برو اومدم از اینجا در این مایی دهک بود برو آمدم بیرون رفتنی بودم که استاد جلالبیگ مرادوف از نزدم برو آمدن و مرا دیدن که من گریه و میخواه برو آمده رفتم وقتی دستم را کپیدن دخترم کجا می روی؟ بودم استاد من کار نمی کنم برای چی؟ من معلم جنگ کردم هیچ کب نی بچم معلم پدر از جنگ می کنم معلم مادر از جنگ می کنم او ورده شیناندن در همون کرسی که می شینستم همون رو بابی پریمم رو در دستم دادن و یک خنده کردن و یک سرودی و یک خواندن همه خنده کردن دختر رو گویا که همه خورسان کردن انا فرق جون باور کنید از همون سال تا این جانی من حساب کرده باشم 34 سال گذشته هزاران بار شکر میکنم تشکر خوب در مورد سفرها سفرهای هنری بسیار داشتیم سال 1988 در فستیوال عمومی جهانی در شهر افسانوی هندوستان که شده گذشت در آنجا اشتراک کردم سال 1995 در عربستان در دولت عراق اشتراک کردم
سال 1985 در فستیوال عمومی جهانی جوانان استودنتان در شهر مسکو بود و سفرو بسیار بود در شهر لنینگراد اوکراین تا ازبکستان قزاقستان با فکرم که حساب نداشت. صد هزارم بر شکر میکنم. یعنی که شما که هنر داشتید شما رو هنر برد تا دولت‌های همسایه تا بزرگترین دولت‌ها و در آنجا معرفگری صنعت صرف ملی بوده. البته خب چگونه پذیرایی میکردن هنری ملتی ما رو، هنری ملی رو؟ بدونید فرخ جان، یک چیز هیچگاه از یاد من نمیبرد. این سال 1995 در عربستان، در عراق، شهر بابلستان، ما 25 روز در اونجا در فستیوال عمومی جهانی بودیم. در از تمام دولت ها صنعتکاران در اونجا حضور داشتند و وقتی که ما تیاری میدیدیم در اون وقت بربد با کار میکردیم، بربد فیلهارمونی بودند. بعد اونجا کار میکردیم، رهبر گروه استاد هنرمند خلق جمهوری تاجیکستان ظفر نازیم بودند و در اونجا همه استادان بزرگ، صنعتکاران بزرگ همراه ما رفته بودند و جا نام نویسی میکردند. هر یک کس سرود مینویستند، سرود خود رو برنامه با پیشنهاد میکردند. بعد استاد ظفر نازیم از همون وقت که اوچه جان میگفت اوچه جان کنی بیا تو کدام سرود رو نام نویسی میکنی، اما یک دو سرود رو پیشنهاد کردن نگفتن. بعد که عبدالرزاق رو فیروز کردن گفتن عبدالرزاق شما کدام سرود رو، اون کس هم دو سه سرود رو پیشنهاد کردن، استاد قبول نکردن، گفتن در همین برنامه سرودی بدیها نمیرسد. و اون کس همراه رینا گلی بود، سالهای 1960 باشد خوانده باشند این سرود را. استاد گفتن که همین سرود را من همراه انمون بانو خواندگی بودم، همین سرود را من شما تقدیم میکنم، همین سرود را شما به این دولت برده میرسونه. و اون کس کمک کازی دریا دارد، ای دختره که سفیده که جنگیلموی شکرانه بکن داده تو را داده بشو. کم تر خیلی چخیل گویم هزلومی سرودی وای بودو. با گفتم استاد من نمیخونم سخنهای کم تر چخیل شد. گفتم نه بچم، این سرود یکون خیلوانی، این سرود خلقی هست، فولکلور هست. ما تیار کردیم، سپوریدیم برنامه با. وقتی که سفر داشتیم در اون بابلستان ما برامد میکردیم، من یک روز با لباس ملی اطلس، یک روز با لباس چکان، آقای عبدالرزاق با لباس چیلک، توقی تاجیکانه، میانبندی چکان و من کوکلوی دراز داشتم. اونو فکر میکردن که این کوکلوی همین چی میگن اساسی باشه، لیکن علما باور میکنید 25 روز این برنامه ما رو در همون تلویزیون عراق نمایش دادن. من هیچ گفت فراموش کرده نمیتونم که این سرود ملی، این لباس های ملی، این میدونید یک ملی تاجیکانه ما بود. این یک چی گویم، یک گویا که من خیال کردم یک پرچه ملی رو من بلند برداشتم. من تو حضور در دلم همین خیلی هست که قدر قبول. بله بله، من هیچ از خاطر من فراموش شده نمیتونم.
چشمی ترم میماند، پشتی تو چشمی ترم میماند، پشتی تو چشمی ترم میماند، پشتی تو چشمی ترم میماند. من گمون میکنم این لحظه وقتی اون رسیده که در مورد تفسیر هنر هم چیزی گفته باشید، یعنی که از هنر چی دیده؟ پرچون از هنر تمام چیزی یافتم گویم خطا نمیکنم. وقتی که هنرمند زحمت میکشد، محنت میکند، همه چی رو خداوند برای او مهیا میکند. شکرانه میکنم از هنر دوستانی بسیار پیدا کردم، از هنر خانه آباد دارم، از هنر فرزندای سالم و به هنر دارم، از هنر چه خیلی گویم خشتبارون زیاد دارم، از هنر چه خیلی گویم تمام چیزا دار، آبرو دارم، از هنر اینقدر سرودای بسیار دارم، از هنر اینقدر موی دعوت میکنن دوستان، فکر میکنم از این زیاد زیادتی است. سلامت باشید. یعنی هنر بود که شما رو البته نوربیبی جورایوه نبود. البته خوش میخواهم در مورد وطن هم چیزی گفته باشه. امروز رشد وطن عزیز که خیلی نظر رس است البته، و برای هنرمندان گمون میکنم الهام بخش هم است. البته میدونید بوز یک من نقل به شما کنم، همین وقتی که سفر هنری در عربستان گفتم داشتیم، در همین میکرو اوتوبوس از یردنیا به دولت عراق میگذاشتیم، با همون میکرو اوتوبوس میرفتیم. باور میکنید او زمین رو که از نفت سوخته استاده است، در همین یکم جواب استاد ظفر نوزیم شدگی بود و دویم قطارش با من شدگی بود، اون طرفش با اپای معظمه ابراهیم و مسلمه باقی و روبی حجام هم بسیاری شدگی. و یکی من نگاه کردم که استاد ظفر همین خیلی گریه کردن، من فکر کردم که اون کس نطاب شده باشن، و وقتی که اپای معظمه دربری من با استاد گپ زده، ما میترسیدیم، باور میکنید از حرمت و از عزت از همین ما میترسیم با استاد گپ زدن. وقتی که مرا اپای معظمه گفتن نوربی جان یک بار پرس که استاد نطاب شده باشن، من دل نکردم که پرسم. نه گفتم من میترسم نمیپرسم، گفتم پرس. گفتم با من خیلی نازشون گذاشتم استاد، گفتم نطاب شده چه کرده تیک شما گیره کرد استاده؟ همین که نگاه کردن نه اوچه جان، من گیره میدونی از همین زمینی که سوخته استاده است گیره هم اومد. من شکرانه آب ورزاب میکنم، من شکرانه وطن میکنم، من شکرانه تنجی امانی تاجیکستان میکنم که دولت ما بهشت است. بین که اینا بین همه چی هست، زمین سوخته استاده است، یکی یکان آب و نمیابی که از آب چشیده باشی. بله انا از همینجا فرق جون بینید که نمین وطن رو چه خیلی دوست میداشتن. وقتی که اون کس گیره کردن همین گپا رو گفتن که ما هم گیریه با اومدیم که بینید که زمین رو سوخته استاده است، لیک آب نیسته.
آن هم میگن شکرانه وطنم، شکرانه آبی ورزاب. یاد کردم ورزاب رو. همگی 20 روز شدگی بود در سفری هنری ما. 5 روز پس ما باید به تاجیکستان برمیگشتیم. بینید که وطن، این مهری وطن چخیل در دل انسان جا گیرد. جا میگیرد، بله. واقعا همین گونه هم هست. من گمان میکنم مهری وطن با شیر اندرون شده و با جان به در میشه. بله. خب ارزوها چی گونه هست؟ همه ارزوها عملی گشتن؟ میدونید هنرمندان با چقدر ارزو کنی کم هست. من همین خیلی خیال میکنم. اینقدر شبای ایجادی، اینقدر برنامه های تلویزیونی اگر پیشکش خلق عزیز پیشکش مخلصان گردانده باشم، من فکر میکنم حالا هم کم است. حالا هم من شاگرد هستم. همین بحری برای استادانی بزرگ من شاگرد هستم. برای اینکه همین سال من از حضیر من تیار دیده استادم، این سال که سال رشد سیاهی و هنرهای مردمی می باشد، یک برنامه کنسرتی صرف ملی. بله، من می خواهم که با تمام لباس های قدیمه تاجیکی، می خواهم که نوازندگان با تمام لباس های قدیمه تاجیکی، می خواهم که همین صحنه رو با کارگردان مسئولیت کنم و تمام صحنه رو تاجیکی آرسته کرده باشم. بله، و می خواهم که همه سرودهای من بسیاریش خلق است، باز می خواهم که سرودهای همین خلقی تاجیکی بهر مخلصان پیشکش کرده باشم. تشکر. ما برای عملی شوی این ارزوهای نکو به شما برار می خواهیم. زنده باشید. پروازی بلندی ایجودی. سلام از صحبت از حضورتون خیلی شاد گشتیم. زنده باشید. بازم تشکر زیاد میگم به این برنامه های زیبای شما که به تمام برنامه های تلویزیون سفینه ارزوهای نه موفقیت های کلان ارزو میکنم. شکرانه بازم میگویم که انامین دولت آبادی آزادی ما. تشکر. سلامت باشید. خوش آمدید. ما شکرگزاریم از ملت فرهنگ دوست، از ملت فرهنگ پرور که اینده مویل از ما رو تماشا دارد. بیننده عزیز، تا نزدیکترین دیدار باشم و خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خانه آباد باشید و دوستداری سنت اصیل باشید. روانت کرده است یاد داده بر تو
از قی قسمت روانت کرده است، یاد داده بر تو راهی راست را راست را از قی قسمت روانت کرده است، Oh,